درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، 13 از ماه جولای. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت حضور شما بزرگواران هستم. یک غزل از سعدی به شما تقدیم میکنم که بعض ابیات آن مسئله رایج و سایر زبان پارسی شده است. بله، ای روبهک چرا ننشستی به جای خویش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خویش. من تردیدی ندارم یک روز این حرف رو و این سخن رو روزگار به این آخوندها خواهد گفت که ای روبهک چرا ننشستی به جای خویش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خویش. اینها کار رو به بازی و مسخره گرفتن. تاریخ و انسانیت رو آلت دست کردن. شرف انسانها رو و شرف ایرانیان رو در واقع بازیچه مغز علیل خود قرار دادن و این فشارها و ناراحتیها و همه این در واقع زجر و شکنجه ها که بر ملت وارد شد روی هم جمع می شود تا روزی که این رژیم برچیده شود دستگاهش و در گوش اینها آوای سعدی می رسد که ای روبهک چرا ننشستی به جای خویش. چون کار آخوند کشور مداری و سیاست مداری نیست. کار آخوند سر قبر و روی منبر و کشتن حسین و عرض کنند که گریه بر حبیب ابن مظاهر و چیز دیگری در دست نداره، تخصص دیگری نداره جز مزاحمت. عرض کردم از همه ارباب حرف یکیش سر کار نیاد جامعه کارش معطل میماند. لوله کش نیاد، شیشه گر نیاد، نمیدونم نانوا نیاد، کار جامعه عاطل میماند. آخوند ولی اگه سر کارش نیاد کار جامعه رونق پیدا میکنه، خوشحالی میاد. آخوند که نباشد خوشی و نشاط میاد، آزادی میاد، آزادی فکر عرض میکنم. این موجود مزاحم که اسمش آخوند هست در همه فرقه ها بوده و هست، اما مشکل ما این است که حالا تازه شمشیر هم داریم دستش، تخت پادشاهی و آخوند گدا. ای روبهک چرا ننشستی به جای خویش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خویش. دشمن به دشمن و نپسندد که بی خرد، با نفس خود کند به مراد و هوای خویش. بزرگترین دشمن یک شخص بی خردی اون آدم هست. هیچ دشمنی بزرگتر از بی خردی نیست. این شخص در حق خودش. دشمن به دشمن رو نپسندد که بی خرد، با نفس خود کند به مراد و هوای خویش. از دست دیگران چه حکایت، ببخشید، از دست دیگران چه شکایت کند کسی، سیلی به دست خویش زند بر قفای خویش. دزد از جفای شهنه چه فریاد می کند، گو گردنت نمی زند الا جفای خیش. خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. رو افسون طلبی کردی، خودت گردن خودت رو زدی، تو باسی قناعت می کردی به همون حسیری که داشتی برای دزدیدن قالی سلطان رفتی، حالا خودت گردن خودت داری میزنی، یعنی اعمال خودت گردنگیر خودت شده است.
خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش؟ در ایران ما دزد بازار است. عرض کردم مثل یک فیل عظیم الجثه‌ای که از پا در آمده و این لاشخورها ریختن، هر کسی برای خودش میکنه و میبره. این آقای شریعت مداری، من اشتباه گزارش کردم خدمتتون، 189 میلیون تومان حقوق میگیرد، میگرفته است. یه مزخرف بگویم، فحاشی بکنم. خب گر هر دو دیده هیچ نبیند به اتفاق، بهتر ز دیده ای که نبیند خطای خیش. چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. یک کلام از این فصیح‌تر و روان‌تر و شیرین‌تر میسر نیست. حالا ما معمولاً به غلط می‌خوانیم چندین چراغ دارد و بیراهه می‌رود. سعدی فرموده است چندین چراغ دادر چندین چراغ دارد و بیراه می‌رود، بگذار تا بیفتد و بیند جزای خیش. با دیگران بگوی که ظالم به چه فتاد، تا چاه دیگران نکنند از برای خیش. یا تا چاه دیگران نکنند از برای خیش. گر گوش دل به گفته سعدی کند کسی، اول رضای حق طلبد پس رضای خیش. به به، به این زبان و به این کمال و به این هنر. بله خدمت شما عرض کنم که بعضی دردها به طور تاریخی در دل ایرانیان نهفته است و فراموشی نمیپذیرد. از جمله این دردها کور کردن رضا قلی میرزا فرزند دلاور نادرشاه بوده که حداقل از مخلص بیشتر از 30 بار تا حالا روی تلفن پیغام گذاشتن یا سوال کردن آقا چی شد این داستان رضا قلی میرزا، چی شد، چرا نادر فرزندش رو کور کرد؟ خدمت شما عرض میکنم یکی از بدترین عادات و یکی از علل مهمه انحطاط سلسله ها همین رفتارها بوده. درست برعکس رومیان که معمولا فرزند ارشد رو بر می کشیدند و به او حکم ولیعهدی می دادند، و بهترین نمونهش سکه هایی است که از هرقل باقی مانده، هراکلیوس. هرقل امپراتور روم در روزگار خسرو پرویز هست و حمله نظامی به ایران کرد، اونچنان سپاه ایران رو منهدم کرد که شاهنشاه از پایتخت گریخت و بعد از متلاشی شدن ارتش ایران هست که اعراب حمله میکنن، کشور دارای ژنرال خوب نیست، دو ژنرال بزرگ ایرانی رو بعد از فتحهایی که در جنگ رومیان کردن و تا فلسطین رو گرفتن، وقتی بازگشتن به اینا بیمهری کردن و کشتن. شاهین و شهر براس. باری هرقل سکه‌هاش هست، سکه‌های طلای هرقل هست. از زمانی که این بچه کوچک بوده حک شده، خودش هم جوان بوده، بعد سکه ها رو که نگاه میکنیم به یک جایی میرسیم که هرقل شکسته است، پیر شده، ولیعتش جوان رشیدی شده،
تا اونجایی که دیگه تقریبا هر دو آثار کهولت برشون ظاهر است و پیداست که هرقل عمر طولانی یافته. در ایران ولیعهد رو معلوم نمی‌کردن، سهل است که او را از کارها برکنار می‌کردن، دستور می‌دادن بعض اوقات که به اینها بی احترامی کنید، به فرزندان پادشاه، فرزندان شاه عباس کبیر مانند گداها می‌گشتن و فرزند ارشد خود رو شاه عباس بزرگ کشته بود از ترس اینکه مبادا اینها کودتا بکنن و قدرت رو از چنگ پادشاه در بیارن و فکر این رو نمی‌کردن که بعد از مردن تو چه به روز کشور خواهد آمد. دلاواره که درست روزگار شاه عباس کبیر به ایران آمده، از روم از سوی پاپ آمده، گزارش های دقیق روز بررش دو مجلد زخیم کتاب هست، میگوید که شاه عباس وقتی شراب میخورد و مست میکرد یا مست میشد دچار دیپرشن بود، تکه میداد به یک ستونی، مدتی فکر میکرد به جهت اینکه فرزند بزرگ خود رو کشته بود و بعد به اندرون میرفت، خانم های اندرون با شوخی میکردن یا هرچه که کمی او رو در واقع حال خوشی برایش دست و پا بکنند و اینها، و میگوید که اون دو پسر دیگر که زنده هستند مانند بدبخت ها و گداها حرکت میکنن، دربان به اینها احترام نمیذاره. میگوید من یک سگ داشتم که امران بود، این دوتا شاهزاده دنبال من راه میرفتن، به این سگ نگاه میکردن اینها، نگفتم میشه این سگ رو به ما بدی، بهشون دادم. و این کمخردی از خردمند بزرگی مثل شاه عباس کبیر بعید بوده، اما این کار رو میکرد. در جنگ ها به محض اینکه سپه سالار کشته میشد الفرار، در حالی که اعراب به کرات و مرات در تاریخ های اسلام آمده است، عمر سعد بن ابی وقاص رو فرمانده سپاه میکنه، میگوید اگر سعد کشته شد فلان ابن فلان و اگر فلان کشته شد فلان ابن فلان، شش نفر فرمانده معلوم میکنند که سپاه به نوع فرمانده نباشد، اما لشکریان این اماره یه سپاه خود داشته، به محضی کشته میشد الفرار. میگرد نمونه های مهمش جنگ نادر است با توپال پاشا، جنرال خیلی خیلی مشهور عثمانی در سنین کهولت بود، توپال پاشا با عرابه او را حمل و نقل میکرده، نادرشاه نامه نوشته است بود که در امپراتوری روم آدمی دیگر نبود که تو پیرمرد شکسته رو فرستادن اینجا، گفت من درسی به تو بدم که فراموش نکنی. و بعد اتفاقا درست در آمد و اسب زیر پای نادر تیر خورد و نادر غلطید و اسب سپاه الفرار، لشکر ظفرنمونه نادری فرار رو برقرار تایید، تنها شکست نادر بوده. نادرشاه برخواسته اسب دیگر گرفته، همدان سپاه رو جمع‌آوری کرده، یک سخنرانی کرده، کجا گریختید شما؟ قربان شما که کشته شدید ما فرار کرد. باری نادرشاه داستان رضا قلی رو میخوام خدمتتون عرض کنم که از این از دردهای تاریخی است در دل مردم. یکی رفتار آقا محمد خان قاجار با لطف علی خان زن، این هم از دل مردم بیرون نمیرود و از بطن این فرهنگ در واقع و ذهن این فرهنگ پنهان نمیشود، در واقع فراموش نمیشود. نادرشاه بعد از مراجعه از هند
اونجنان دوچار غرور شد که دیگه خودش رو سلطان و سلاطین میدانست و حقش هم بود. چند اتفاق در غیاب نادر به وقوع پیوست. یکی ابراهیم خان برادر نادرشاه خیلی بهش علاقه داشت. نادرشاه این برادر رو بسیار دوست داشت. در یکی از جنگ ها فرستاد به جنگ در افغانستان یک جایی تمرد کرده بودند. ابراهیم خان شکست خورد و تعدادی از سربازانش هم کشته شدند. وقتی که ابراهیم خان برگشت سپاهیان هم صد کشیده بودن، نادر رفت برادر رو، پیشباز برادر و فریاد زد به سر اون که ای کم ترسک، تو چگونه سپه سالاران ما رو به کشتن دادی؟ و شمشیر رو بالا برد بزنه به گردن ابراهیم خان و میگوید در هوا تیغ بگردانید، یعنی با پشت شمشیر زد به گردن ابراهیم خان، گردن به هوا افتاد و بردنش تو خیمه و شب رفته به دیدن برادر به عذرخواهی که برادر تو شکست خوردی و بسیاری از فرزندان کسانی که در سپاه ما هستند در این جنگ کشته شدن، من اگر چنین نمی کردم ناراضیان بسیار می شدن در سپاه، عذرخواهی کرده. مقصود این که ابراهیم خان رو بسیار دوست داشت. در غیاب ابراهیم خان یک عده‌ای در تبریز او رو تحریک کردن که آقا برادر شما نادرشاه هند رو فتح کرده، شما یه برو داغستان رو فتح کن. ابراهیم خان بیچاره اون جنرالی نبود در حد اینکه داغستان فتح بکند و حمله کرد به داغستان و کشته شد. داغستانی ها مردمان دلیری بودن، داغ میدون یعنی کوه، و جنگ چریکی میکردن. خود نادر هم توفیقی نیافت، بیشتر از نزدیک دو سال اونجا جنگ میکرد نادرشاه بدون توفیق باری، و تعدادی از بزرگان داغستانی در زندان تبریز بودن. اینا آمدن و گفتن شما زندانی های ما رو بدید، ما هم جسد ابراهیم خان رو به شما خواهیم داد. موافقت نکردن، گفتن اگر ندهید ما جسد ابراهیم خان رو آتش میزنیم، و آتش زدن. حالا بماند این موان زمینه عرض کنم خدمتتون، ممکنه برگردیم. و یکی از حوادث دیگر این که رضا قلی میرزا که جانشین پدر بود در اصفهان سپاه بزرگی تشکیل داد و چاپلوسان بادمجان دور قابچینان که همواره در مملکت ما بودن و بخشی از فساد اخلاق رو همین ها در واقع به وجود می آورن، گفتن آقا کسی نرفته است به هندوستان که زنده برگرده. کجا نادر کجا چی، شما باید آماده پادشاهی باشی. و سپاه و اینها تهیه کرد و یکی از کارهای زشت رضا قلی میرزا کشتن شاه طهماسب دوم هست. بله، که این مرد رو فرستاده بودن به سبزوار با بچه های کوچک و اینا اونجا میزیست، رفتن همه رو گردن زدن. حالا شاید دستور نادرشاه بوده این راز برملا نشد که این آخرین پادشاه صفوی رو، آیا دستور نادرشاه بود یا عزم رضا قلی میرزا، باری کشتن و آماده پادشاهی شد. وقتی هم که نادرشاه برگشت رضا قلی میرزا به دیدار پدر رفت، دید نادر نگاه کردید عجب سپاه آراسته‌ای، خشمگین شد و گفت این سپاه رو ادغام کنین در سپاه خود ما. همین کار رو هم زل سلطان کرد، سپاه و توپخانه بود کارخانه اسلحه سازی در اصفهان و اینها سپاه تشکیل ناصرالدین شاه، گفت اینا رو ادغام کنید در سپاه. باری در برگشت از هند نادرشاه حمله کرده به ماوراءالنهر و سمرقند و بخارا و تمام اون منطقه رو جز ایران کرده و هر منطقه کشوری هم میگرفت یک
پر به کلاه خود نیفزود. اجازه فرمایید امیر گرامی یک موسیقی برای ما پخش بکنن. شنبه گذشته که قیامت کردن، یک افشاری فوق‌العاده زیبا از آقای وفایی پخش کردن. ببینیم امروز چه دارن تا چند دقیقه دیگه. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبانی که برخواست مشکل نشیند Oh!
گر خلد خاری آسان برارم چه سازم هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود مجدد هموطنان گرامی، بینندگان محترم، در باب نادرشاه صحبت میکردیم. دیده شد که نادرشاه فرزندان رو جمع میکرد در یک جا و با اینا سخن میگفت که بله، فرزند نصر الله میرزا بود، رضا قلی میرزا بود، بچه های اینها بودن که من دیگه پیر شدم و اینها، میخوام از بین همه تو رو انتخاب کردم برای پادشاهی، آمادگی داری؟ فقط منتظر این بود که یه کسی بگوید که آمادگی دارم، گردنشو بزن. گفتن عمر پادشاه دراز باد و چنین و چنان، قدر تملق در حق پدر یا پدر بزرگ میکردن، خیال نادر کمی راحت میشد. اینها باز دوباره همین جلسه رو بعضی اوقات تشکیل میداده و گفت میخوام پادشاهی رو به شما بدم. بمانم وقتی رضا قلی میرزا رفت به دیدار پدر، اون سپاه بزرگی که ساخته بود رو ازش گرفتن و ادغام کردن در سپاه نادری و از چیز که برگشت ماوراء النهر رفت به طرف مازندران که از همون کناره های جنگل های شمال برود به تبریز و در واقع گوشمال بدهد به داغستانی ها. در میان راه ناگهان تیری شلیک شد که شست نادر گویا اصابت کرد و رضا قلی میرزا شتابان طرف جنگل تیرانداز پیدا نشد، تیرانداز پیدا نشد و فردا نادر دستور داد آمار بگیرند ببینند چه کسی بوده است که غیب شده. آمدند و گفتند نیک قدم نامی که زیر فرماندهی رضا قلی میرزا بوده و در گروهان شمال فرام بوده نیست. داد نقاشان چهره او رو کشیدند، درست کاری که اف بی آی امروز انجام میده. در روزگار به تمام اقصانقات ایران فرستادند که یک چنین شخصی فرار کرده از سپاه پادشاه و دستگیر کنید و بفرستید. سرانجام نیک قدم رفته بود به گرگان در ده خود، اونجا کشاورزی میکرد، دستگیر کردن و آوردنش حضور نادرشاه. نادرشاه گفت که بگو ببینیم داستان چه بوده، بازجویی کرد و اینها. گفت بله، من بهترین تیرانداز این سپاه هستم، زیر دست رضا قلی میرزا من کار میکردم و بعض اوقات به اتفاق میرفتیم تیراندازی. تیراندازی هم با تفنگ، البته تفنگا پوزپر بودن، هنوز داستان فشنگ و گلنگدن و اینا اختراع نشده بود، یک چخماق بود در ته تفنگ و ابتدا فتیله ای بود، فتیله پنبه رو پیچیده بود توی دسته اسلحه و بعد این میذاشتنش روی باروت، و باروت روی پستانک بود که اونجا متصل میشد این باروت به باروت‌های داخل لوله تفنگ
گلوله رم به قول معروف کفن پیچ کرده بودن و با فشار روی باروتای داخل لوله گذاشته بودن. این آتش که میکرد باروت دودی اینها شلیک میکرد. هنوز هم هست، هنوز هم میسازن و بعض شکارچی ها هنوز دوست دارن با همون تفنگ های سرپر. میگوین این شانسی هم به شکار باید داد، آخه این که هنر نیست که شما این تفنگ دوربین دارین همچنانی. عرض کنم که آقای بچه هم میتواند این کار بکنه. باری گفت که رضا قلی یک روز به من گفت یک وظیفه مهمی، مأموریت مهمی در برای تو در نظر گرفتم، به شرطی که به کسی اظهار نکنی و اون این که تو خودت رو پنهان میکنی در جنگل در فلان محل که رسیدیم و نادر رو هدف قرار میدهی. نیک قدم به نادر میگوید تیر من هرگز خطا نکرده بود، اما خدا میخواست که شما زنده باشید و اینها. نادر بسیار خشمگین شده و رضا قلی رو برای محاکمه به خیمه خودش خوانده و عرض کنم که مشهور است که ضمن مکالمه رضا قلی میرزا به خشم رفته، یکی دو بار دست به خنجر برده چنین چیزی و نادر دستور داد همه سپاه جمع شدن و در حضور او جلادان چشمهای پسر رو از حدقه بیرون کشیدن. متاسفانه فردا صبح پشیمون شد، اما پشیمانی سودی ندارد. رضا قلی میرزا میگوید تو هر چی میخواهی از من بخواه. میگوید تو با این کار ایران رو کور کردی و این عبارتش خیلی مشهور هست و من هیچ اصلا نمیخوام جزی که من رو بفرستی مشهد کنار گور حضرت سامن الامه، اونجا باشم و عبادت کنم، یک کاری از من بر نمیاد. نادر خیلی خشمگین و عصبانی شد از سپه سالاران و بزرگان کشوری و لشکری که در خدمتش بودن که چرا مانع نشدن. شروع کرد یکی یکی بهانه گرفتن و کشتن این بزرگان و هر چه زمان میگذشت بر خشم و غضب نادرشاه افزون میشد. حالا داستان داغستان و اینها بماند. سرانجام در محل خبوشان به سال 1160 هجری قمری نادرشاه وقتی می نشست شام تناول کنه بزرگان می ایستادن در کنارش کنار سفره. به گروه جلادان می گوید که آلات خود رو تیز کنید، فردا کار بسیار داریم. یک طبیبی داشته اروپایی به نام بازن طرح‌های خیلی دقیقی از سپاه نادر به دست داده روی کاغذ که جایگاه سراپرده سلطنتی کجا بود، جایگاه محافظان کجا بود، جایگاه شاهزاده‌ها کجا بود، جایگاه جلادها کجا بود، اینا همه رو توصیف داده. سراپرده نادری چند هزار متر مربع گویا وسعت داشته و یک ستون خیلی عظیم در میانه که با آلات زرین پوشش داشت و میگویند دربار هیچ پادشاهی به این عظمت و این شکوه نبود که دربار نادر زیر خیمه. و هر جا میرفت اعلام میکردن به دولت‌ها که نادر در فلانجاست، اگر سفرایی دارید برای کاری مطلبی مثلا نادر در چمن سلطانی است برای 6 ماه. هیچ موقع در شهر نخوابید این مرد، همواره در حرکت بود و زیر چادر میخوابید، حرمسراش هم در همون چادرش بود و اینها. و حفاظت حرمسرای نادری بر عهده افشارها بود، چون چند گروه بودن سپاهیان نادر، گروه افغانها بودن، افشارها بودن، کردها بودن و بختیاری ها. و
فردای اون روز که دستور داد که آلات خود رو تیز کنید، عرض کنم که یکی علی قلی خانی بود، پسر ابراهیم خان، این رو فرستاده بود سیستان و بلوچستان اونجا که مالیات جمع کند. دستورش معمولا لحن تندی داشت، میگفت یا 100,000 نادری میگیری از این مردم برای من میفرستی، نادری یعنی سکه طلا، نقش نادر، یا اینکه سر خودت رو میذاری در سینی میفرستی. این علی قلی میرزا که بعد به نام عادل شاه همه فرزندان نادر رو کشت و سر برید، این طرح توطئه ریخت و آمد و شروع کرد با سران سپاه صحبت کردن. اونها هم در همون شبی که بهش اشاره رفت ریختن به سر و پرده نادر و نادرشاه افشار رو کشتن متاسفانه. و این داستان به صفحه روزگار باقی ماند. اگر رضا قلی میرزا کور نشده بود، به قرائن میتوان گفت که این حکومت نادری ادامه می‌یافت. ناپلئون بناپارت میگوید نادر ژنرال بزرگی بود، اما معالندیش نبود که بتواند در خاندان خودش این پادشاهی رو موروث کند و نگاه داره، اما ژنرال بزرگی بود. این بود داستان رضا قلی میرزا به کوتاهی که شما چندین بار سوال فرموده اید. و بعد فرزندان اینها، یعنی فرزندان نصرالله میرزا، رضا قلی میرزا، همین علی شاه، عادل شاه ببخشید، که کودتا کرد و نادر رو کشت، آورد و در میدان مشهد یه جایی از چنچنین سر برید. فقط یک تن باقی ماند، اونم شاهرخ میرزا بود که اونم آورد آقا محمد خان قاجار سرب در دهانش ریخت و چه کرده کارهای وحشتناک. خب خدمت شما عرض کنم که مملکت ما مملکت آبادی بوده، امپراتوری بوده. بعضی اوقات نگاه میکنیم به ایران زمین، ببینیم زمین های خشک، خیلی اوقات حتی ما نان هم نداریم بخوریم اگه نخریم. پس چه امپراتوری بوده؟ فراموش میکنیم که چه بر ایران گذشته. ایران روزگار ساسانی ایران روزگار ما نبوده، دچار انحطاط شدیم از همه جور. عرب که آمدند قریب 600 سالی غارت میکردند و بعد عرض کنم که از آسیای میانه دزدان دیگر بودند که از اون سو غارت میکردند. بعد مغول‌ها آمدن همه چیز رو از بین بردن و رفته رفته کشور ما فقیرتر و فقیرتر شد. بنده اینجا از مقدمه ابن خلدون برای شما چند نمونه میارم که لیست مالیات هایی که از ایرانیان میگرفتن دستگاه خلیفه اینجا آورده. بله خب میگوید همچنین بخشش ها و جوایز و مخارج برمکیان را هم باید از این قبیل شمر، چه ایشان انگامی که بینوایی را به نوا میرسانیدن او را تا سرانجام روزگار به فرمان روایی و ناز و نعمت نائل میساختن، نه بخشش هایی که گیرنده آن یک روز یا قسمتی از روزی آنها را به پایان رساند و اخبار ایشان در این باره بسیار و در کتب نوشته شده است و تمام به نسبت نیروی دولت ها می باشد. و همچنین جوهر فلان که می گوید نوشته است از این صحبت ها. بعد می رود سر ارقام. خب اینجا می گوید غلات سواد، بله اینجا 277 میلیون،
یا 27 میلیون، بله 27 میلیون و 780 هزار درهم، درهم سکه نقره بوده. مالیات های مختلف دیگر 14 میلیون و 800 هزار درهم. جامه ابریشمین 200 است و شهرهای دجله 20 میلیون 800 هزار درهم. اهواز 25 هزار درهم. شکر 30 هزار رطل. شکر و قند اهواز همیشه مشهور بوده. فارس که استان شیراز باشد 27 میلیون درهم، اشتباه نکنم، بله 2,700,000 درهم. گلاب 30,000 شیشه. مویز سیاه 20,000 رطل. کرمان 4,200,000 درهم. جامه های یمنی 500 دست. خرما 20,000 رطل. زیره 1,000 رطل. مکران 400,000 درهم. سند و نواحی مجاور آن، بله 11,500,000 درهم. عود هندی 150 رطل. سیستان 4 میلیون درهم. پارچه های تافته 300 دست. شکر سفید 20,000 رطل. اینا بار شتران میشد به طرف تشکیلات خلیفه. همه این اموال میباید میرفت به تشکیلات دولت ایران، صرف آبادی مملکت میشد یا نگه داشتن سپاه. اما به مدت 600 سال این اموال ایرانیان میره به دزدان اون سوی مرزهای ایران، جانشینان حضرت رسول. خب خراسان 28 میلیون و 800 هزار درهم. شمش سیم 2,000 شمش. اسب تاتاری 4,000 راس. بنده یعنی برده 1,000 تن. جامه 27,000 دست. حلیله 30,000 رطل. گرگان بله 120 میلیون درهم. ابریشم 1,000 رشته. تبرستان و روبان و نهاوند 60 و اگه غلط نکنم 6 میلیون و 300 هزار درهم. فرش های تبری 600 قطعه. عبا 200 دست. جامه 500 دست. دستار 300. پیاله سیمین این نقره 300 عدد. ری 120 میلیون درهم. انگبین 20 هزار رطل. اصل انگبین انقدر مهم بوده، عربا نایده بودن که آیه داره و سوره داره و زار زندگی داریم اصل. خب نرسیدیم تا آخر بخوانیم که چه ثروتی از ایران خلفای عباسی می دزدیدن. ابتدا به غارت شمشیر بود، بعد به صورت مالیات ها. این دزدان بی انصاف اون سو ما رو فقط مفتخر کرده بودن، یه کتاب هم بهمون داده بودن. کتاب رو داریم الحمدلله. چه کتابی برامون آوردن، چه کتابی. تا نخوانید متوجه نخواهید شد چه کتابی به دستمون دادن. همه ثروتامون رو غارت کردن. 6 قرن هنوز داریم جریمه میدیم. اینا پیروان همون دزدان مدینه هستن. خب این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید، از امیر گرامی که برنامه رو به خوبی هدایت فنی کردن. این سگاهی که خونده شد، این شعر طبیب اصفهانی، ابدا به نظر مخلص به عنوان شنونده موسیقی ابدا با سگاه مناسبت نداشت.
از صحبت که حالا شنیدیم به هر صورت تا برنامه دیگر درود بر شما جاوید ایران زمین زنده باد آزادی